آقا ببخشید، نمونه قرآنی هم هست که به این مطلب اشاره کنه که اصل دین فقط این نماز و روزه و اعمال نیست و حقیقت دین فراتر از ایناست. بله موجوده، هرچی دلت بخواد. اونم چه آیاتی! 23 سال پیامبر گرامی اسلام زحمت کشید تمام مسائل، اعمال، نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، احکام، اخلاق، همه رو تبیین کرد. آخرین سال عمر مبارک پیامبر قدیر، الیوم اکملت لکم دینکم، وقتی ابلاغ کرد ولایت امام اون زمان رو، خداوند رضایت داد به دین. و نشونی اهمیت خاص امام اون عتاب سنگین خداوند به پیامبرش و ان لم تفعل، ابلاغ نکنی پیام رو، نگی مطلب رو به مردم، رسالتت رو انجام ندادی، کل رسالت بی حاصل بود اگه این معرفی صورت نمی گیره. تمام اون اعمال و احکامی که تو 23 سال پیامبر گرامی اسلام تبیین فرموده بودن یه لحظه در معرض نابودی قرار گرفت. حالا ببینیم اهمیت امام وقت رو، بدونیم حقیقت دین چیه، اصل داستان دین چیه. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن اگه بنده‌ای خدا رو به مدت عمر نوح که در میان قومش تبلیغ کرد عبادت کنه و به مقدار کوه احد طلا داشته باشه و این طلا رو در راه خدا خرج کنه و تو این عمر طولانی که داره هر سالش حج مشرف بشه، با پای پیادم بره بین صفا و مروه از مکانهای بسیار مقدس، به ناحق کشته بشه، اگه ولایت نداشته باشه میفرماید بوی بهشت به مشامش نمیرسه. بوی بهشت. حالا ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که به جای خود، اون نباشه که دیگه هیچ. اگه امیرالمؤمنین رو قبول داشته باشی ولی امام وقت خودت رو قبول نداشته باشی، مثل اونه که امیرالمؤمنین هم قبول نداری. حضرات فرمودن یکی رو قبول نداشته باشی انگار همه رو قبول نداری. فرقه های زیادی هستن، 73 فرقه، یکی اهل نجات، 4 امامی، 7 امامی، همه جوره داریم، تا یه جایی رو قبول دارن، عمل هم دارن، نماز دارن، حتی زیارت میان. خاصیتی داره؟ نه. اهل بیت اجازه لعن دادن برای همین واقفیه. تو زمان خودت، من دارم هی تکرار میکنم برای اینکه تو ذهنها بمونه، تو زمان خودت به حقیقت دین خودت، یعنی اون شخصی که پیامبر تو قدیر برات مشخص کرده، نرسیده باشی و پاش نیستی و سینه سپر نکنی براش، دین نداری برادر من، خواهر من. حالا 1000 رکعت نمازم هر روز بخونی، باز میبینی که همه داستان داره به امام زمان خودت ختم میشه. تو بحث ولایت مهم داستانش اینه که تو زمان خودت چطور عمل کنی، امام وقت خودت رو چطور شناخته باشی و پاش وایساده باشی. شنیدین این گونه روایات رو؟ طرف یه گناه کبیره مرتکب شده بود، امام اومد رد بشه تو کوچه، تا امام رو دید از خجالت پشت کرد به امام یه جوری که نبینتش. حضرت بهش گفت هر کاری میکنید به ما اهل بیت پشت نکنی. چرا این گونه فرمودن امام؟ میتونست مؤاخذه کنه برای اون گناه، چون امام اصل دین، حقیقت دین. اشتباه کرده، معصیت کرده، فریب نفس خورده، درست. اگه از امامش فاصله نگیره امکان نجات براش هست، ولی اگه از امام که اصل دینش هست فاصله گرفت، تموم دیگه. با این مزامین روایات زیاد داریم، صراحتا روایات بیان فرموده داخل قبر انوار مختلفی دور میت رو گرفتن، نور نماز، نور اعمال خیر، نور کمک به دیگران. این انوار میبینن یه نور خیلی زیباتر و باشکوهتر هم بالای سر میت هست. میپرسن شما چه نوری هستی؟ میگه من نور ولایت هستم، اگه شما هم نقصی داشته باشید من میتونم جبران کنم. چه حقیقتی قادر نقص عمل رو جبران کنه تو اون موقعیت؟ این اصل دین هست که میتونه این کار رو انجام بده، این قدرت رو داره. خود عمل هیچگاه دین محسوب نمیشه. اون روایت امام کاظم علیه السلام هم خیلی عجیبه، این روایت هم نشون میده حقیقت دین چیز دیگه است، عمل نیست. پرسیدن از حضرت شیعه شما گناه هم میکنه؟ حضرت فرمودن بله. مجدد سوال کرد میتونیم ازش براءت بجوییم؟ حضرت فرمودن نه. میتونیم بهش بگیم فاسق؟ فرمودن نه، فاسق العمل، ذات پاکه. به خاطر چی؟ به خاطر اون اعتقاد. امام اهل زمان خودش رو قبول داره، مثل الماسیه که تو لجن افتاده باشه. الماس الماسه، یکم به شوریش برق میزنه،
و نشونه این شیعه اینه که از گناهش پشیمونه. نمیخوایم گناه رو کم اثر جلوه بدیم، گناه همش بدبختیه، گناه دور شدن از خود این امامه. هر گناهی بدبختی های خودش رو به همراه داره، عقبمون میندازه، گرفتاریش رو میکشی. این گونه روایات رو که مطرح میکنیم، میخوایم اون حقیقت دین روشن بشه. حقیقت دین میشه اعتقاد صحیح به کی؟ به اصل دین شما که امام حال حاضر شماست. اعتقاد صحیح به این اصل و در پی این اعتقاد حمایت از این اصل. این حمایت خیلی مهمه. یه نمونه خیلی جالب دیگه هم هست، جریان اون کفتربازای کوفه. از شاگردان خوب و سرشناس امام صادق علیه السلام با یه عده از این کفتربازا تو کوفه سلام علیکم رفت و آمد داشتن. یه عده از این اهل ظواهر از این موضوع خوششون نمی اومد، اومدن مدینه خدمت امام صادق و داستان رو عرض کردن. یه جورایی زدن پشت سر جناب مفضل. امام هم یه نامه ای داد بهشون، گفت نامه رو بدین مفضل بگین تو جمع بخونه. نامه هم سر بسته اومدن کوفه، جمع شدن تو مسجد. مفضل نامه رو گرفت و شروع کرد به خوندن. با خودشون تو ذهنشون لغت این بود که الان یه توبیخ سختی خواهد شد مفضل. نامه رو که خون دیدن امام اصلا چیز دیگه فرموده، مطلب چیز دیگه فرموده، فلان چیز رو لازم داریم، پولش رو تهیه کنید. همه وا رفتن، ما چی میگفتیم محضر امام؟ امام چه نامه ای داد؟ این چه ربطی به اون داره؟ خلاصه تو جواب گفتن این مواردی که امام فرموده گرون قیمت چطور تهیه کنیم؟ همه شروع کردن نگاه به هم کردن و خلاصه سرخاروندن و من ندارم و من خودم بدهکارم و صبر کنید و ببینیم چی میشه و اگه جور شد خبر میدیم از این صحبت ها. رفتم برن، جناب مفضل اجازه نداد، دعوتشون کرد برای قضا. در همین اسنایی که نشستن قضا بخورن نامه رو فرستاد برای کبوتربازا، جریان برای اونا گفت. قبل از تموم شدن قضای اینا که نشستن قضا رو بخورن، این برادران کفترباز 2000 دینار و 10000 درهم رو تو خودشون جمع کردن تو دستمال و گذاشتن وسط. بعد مفضل یه لبخند زد، گفت میخواد اینا رو ترد کنی؟ فکر کردین خدا به نماز و روزه شما محتاجه؟ ببینید این موارد همه درسه که حواسمون جمع باشه، دلخوش این نماز روزا نباشیم. حقیقت دین چیزی دیگه است. کفترباز ولی به امام زمانش اعتقاد داره، یک، و پای یاری که میرسه خود نشون میده. اون نمازخونه و مسجد رو هم هنر خودشون رو نشون دادن. حالا یه کوچولو خودمون رو محک بزنیم. با توجه به حلم ناصرهای مکرر امام زمانمون، درخواستهای مکرر امام زمانمون، هر کدوم ببینیم چی کار کردیم، چه قدمی براش برداشتیم. اندازه اون کفتربازا ما حرکت زدیم. هر کی حقیقت دینش رو فهمیده باشه یه نشونه هایی داره. حالا در ادامه عرض میکنیم. پس همه چیز بر مدار این امام اهل زمان خودته. تو قیامت هم که بخوان صدات کنن به نام امام زمان خودت صدات میکنن. یوم ندعو کل اناس به امام هم. پس در همه زمان ها عیار دین و دینداری هر کسی سنجیده میشه با چی؟ با شناخت و نوع ارتباطی که با اون امام خودش داشته. امام هم خیلی قشنگ مشخصه ها، بدون هیچ شبهه. اینی که اهل سنت هر زمامداری رو اول الامر میخونه، نمیدونم یه عده 4 تا امام، یه عده 7 تا، یه عده 8 تا، یه عده 40-50 تا، نه. تو قدیر تکلیف ولایت و امامت تا قیامت مشخص شده. اولین و آخرینشون رو پیغمبر تو قدیر نام برده و بیش از 100 روایت داریم که اشاره میکنه به عدد 12. هر مذهبی ادعای حقانیت کرد فقط یه جمله بگی، بگین 12 تا امامت رو نام، تموم داستان. هیچ کاریش نمیتونن کنن، برن امام بشمرن، از یه جایی سر در میارن که خودشون هم پشیمون میشن. بیش از 100 روایت از پیامبر اشاره میکنه به 12 امام، پیامبر رو هم همه قبول دارن. بگذریم یه دونه دیگه از اون روایات در باب امتیازات شگفت مردم آخر الزمان بخونیم و دلمون شاد بشه. یونس ابن عبدالرحمن میگه آقا موسی ابن جعفر علیه السلام فرمودند خوشا به حال شیعیان ما در آخر الزمان که در دوره غیبت قیام کننده ما به محبت ما چنگ انداختند و بر ولایت ما
و بیزاری از دشمنانمان استوارند. حواست به براعت باشه. آنها از ما هستند و ما از آنها هستیم. آنها به امامت ما خوشنودند و ما از شیعه بودن آنها خوشنودیم. خوشا به حالشان و بهشت گوارایشان باد. به خدا قسم اینان در روز قیامت هم درجه ما هستند. ببین امتیاز تا کجاست؟ ما کجا و موسی بن جعفر علیه السلام کجا؟ گوارای وجودش باشه هر کی تو زمان غیبت امامش رو شناخت و حمایت کرد. اگه حمایتی از امامت نمی کنی بدون اون شناخت مشکل داره. تو توهم شناخت امام نباشیم یه وقت. این حقیقتیه که ما نمیتونیم یا علی بگیم یا حسین بگیم، ولی حقیقت دین در زمان خودمون رو رها کنیم. عملکرد شما این گونه برآورد خواهد شد که تو زمان خودت برای امام زمان خودت چه کردی؟ کسی که دینش رو فهمیده باشه همه زندگیش باید با این امام باشه. نمازش، روزش، تمام اعمالش، هر روزش باید با این امام یه پیوندی داشته باشه. شیعه‌ای که سال بیاد و بره یه نیمه شعبان یاد امام زمان بیفته، این شیعه حقیقت دینش رو نفهمیده. چه خطری داره این دین داری؟ همون نمونهایی که ذکر شد، مردودی های زیادی که در طول تاریخ بوده، علارغم نماز و روزه و حج و زکات و این داستان ها، میبینی نمره نیاوردن، مردود شدن، مرتد شدن. نتیجه این نو دینداری رانده شدن و تنها شدن و غریب شدن اصل دین و به تبعش گرفتاری و بدبختی ادامه دار بشر، همینی که داریم میبینیم الان. دنیا بدون اون رهبر آسمانی معصوم، بدون اشتباه و صاحب تمامی علوم سامانی نخواهد داشت. همین روزگاری که قرنها بشر تجربه کرده. اگه دین رو به اعمال معرفی کنیم این نتیجهش میشه. بله اعمال جایگاه خودش رو داره و جزی از دینه، ولی اعمال همراه با امام وقت. این نکته رو قبلا هم عرض کردم، مجدد تأکید. اعتقاد داشته باشی به امام وقت و در عمل یاری نکنی امامت رو، درخواستهاش رو توجه نکنیم، گلایه هاش رو شنیده باشیم و قدمی بر نداشته باشیم، خیلی خطرناک. یه نمونه تاریخی عرض میکنم، خودتون نتیجه بگیریم.